درود بر شما. با 180 ثانیه یه سه شنبه پنجم تیر ماه همراه ما باشید. آخرین مناظره بین 6 نامزد تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان امروز سه شنبه پنجم تیر ماه برگزار شد. همزمان با برگزاری مناظره های تلویزیونی، حسن روحانی و بیژن زنگنه رئیس جمهوری و وزیر نفت پیشین با انتشار ویدیوهایی به اتهامات علیه عملکرد خود و سخنان علیرضا زاکانی مبنی بر اینکه کرسنت خیانت نفتی است پاسخ دادند. علی خامنه‌ای صبح امروز ساعتی قبل از آخرین مناظره گفت ما روی مشارکت بالا در انتخابات خیلی اصرار می‌کنیم. او تأکید کرد هر کسی که اعتقاد به لزوم حمایت از نظام جمهوری اسلامی دارد باید در انتخابات شرکت کند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور عضو برجام، در بیانیه مشترکی از جمهوری اسلامی خواستند به نقض برجام پایان دهد و به تعهدات خود بازگردد. به گزارش رویترز، این سه کشور اروپایی پس از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره پرونده هسته‌ای ایران از جمهوری اسلامی خواستند تا از افزایش تنش در این زمینه خودداری کند. در این بیانیه با اشاره به قطعنامه 2231 یادآوری شده که تاریخ اجرای آن در اکتبر 2025 به پایان خواهد رسید و برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای تنها 16 ماه فرصت باقی مانده است. مقام‌های آمریکایی در تلاش برای جلوگیری از جنگی بزرگتر در خاورمیانه با ارسال هشداری غیرعادی خطاب به حزب الله لبنان گفتند تصور نکنید که واشنگتن می‌تواند مانع حمله اسرائیل به شما شود. به نوشته نشریه پولیتیکو به نقل از فردی آگاه، هدف آمریکا از این پیام وادار کردن حزب الله به عقب نشینی و کاهش تنش جاری در مرز اسرائیل و لبنان است. منابع فلسطینی در نوار غزه میگویند که در حمله هوایی اسرائیل به شمال نوار غزه در بامداد امروز سه‌شنبه تعداد زیادی از نیروهای این گروه از جمله خواهر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و 9 تن دیگر از بستگان او کشته شدند. جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکیلیکس پس از دستیابی به توافقی که به مبارزه حقوقی علیه استردادش به آمریکا پایان می‌دهد از زندانی در بریتانیا آزاد شد. بر اساس این توافق وی قرار است فردا در جزایر ماریانای شمالی بپذیرد که قانون ضد جاسوسی آمریکا را نقض کرده و گناهکار است. جزایر ماریانای شمالی جزایری دورافتاده در اقیانوس آرام و از قلمروهای سرزمینی آمریکا محسوب می‌شود.